اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. شبی که خاک عزیزم را به دست باد سحر دادم، کجاوه دل لرزان را به تند باد سفر دادم، شبی که پیر مرادم را ز پشت اشک نظر کردم، ز کوی کودکیم تنها غریب وار گذر کردم، همان شبی که دلم ترسان به یاد ساقی ترسا بود، همان که با می خلارش رفیق گریه ماها بود، شبی که کشورم ایران را به روی نیل رها کردم، چنان که مادر موسایم رها به دست خدا کردم، شبی که خانه بدوشان را حریف هم سخنی آمد، برای رهرو تبعیدی رفیق همچو منی آمد، همان شبی که مرا مادر ز پشت اشک تماشا کرد، برای توشه راه من دعای خیر مهیا کرد، شبی که یاد رفیقان را به صبحگاه اوین بردند، شکوفه های غزل بر لب به خشم و قهر و بکین مردند، دلم شکسته تر از آن شب هنوز در پی دیدار است، پرنده در قفس زرین پرنده نیست گرفتار است. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 20 ماه ژوئیه 29 تیر ماه به شما سلام میکنم. طبیعتا پنجشنبه است و میدونم همتون براق و قبراق و آماده نشستید تا به گفتگوی من با مهمان پنجشنبه شبها گوش بدید، دکتر محسن سازگارم. سلام میکنم آقای دکتر. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز، و جدا عذرخواهی میکنم هم از شما هم از همه بینندگان که به دلیل مسافرت از اتاق هتل با لباس غیر رسمی در خدمتون هستم. امیدوارم که به بزرگواریشون و بزرگواریتون ببخشید. اولا بسیار قشنگ اون بلوز سبز که آدم بسیار این رنگ سبز چون در سرزمین ما مفهوم و معنای دیگری هم پیدا کرد عزیزتر از قبل شد و رنگ دیگه فعلا جاشون نگرفته و نخواهد گرفت. بسیار ممنونم که حتی در سفر هم دکتر سازگارا به یاد ما هست و ما رو تنها نمیگذاره. خب دکتر عزیزم، هفته گذشته این ماجرای درگیری ها دوام پیدا کرد، آقای حسین فریدون رو گرفتن ساعاتی بعد، چقدر خوشحال شدن، برنامه تلویزیون داشت پخش میشد، گوینده دفعه پرید با خوشحالی هم اکنون به من خبر رسید برادر رئیس جمهوری حسین فریدون دستگیر شد. همین الان مردم هم دست زدن تماشاچی ها. حالا اگه میگو محسنی اژه‌ای یا رستم قاسمی دستگیر شد بازم دست میزدن یا اصلا خبرشو میداد اونجا، کمان که خبر آقای بقایی رو اینجوری نیمدن بگن. اینا هنوز جیرخار سفره توفه آرادانه. و بعد نکته جالبتر دیگر این بود که چند اتفاق لابلا تو اینجا افتید که آقای ظریف به نیویورک رفت، خب گفتگوهایی که اونجا داشت
حرفایی که آقای دونالد ترامپ زد، ادامه حرفای وزیر خارجه و بعد وزیر دفاع، و اینکه آقای ترامپ پذیرفت که ایران به برجام وفاداره، اما فهرست تحریمی های جدید، همه و همه هفته داغی رو ما داشتیم. یه کلن ارزیابی خود شما رو میخوام از این هفته که بعد دیگه وقت به جزئیات هم بپردازیم. بله، همطور که فرمودید آقای دکتر نوری‌زاده، هفته داغی بود در گرمای تابستان، با وجودی که تابستون فصل تعطیلات و مجلس‌ها و کنگره‌ها و خیلی جاها تو دنیا تعطیلن، باید اخبار سیاسی کم باشه، ولی از داغی خبر در ایران کم نکرد. من ابتدا از آقای فریدون شروع بکنم که خب مطلع هستید، شما بهتر از من میدونید، از مدت‌ها قبل بحث پرونده برای ایشون مطرح شده بود و شایعات مختلف رو توی به خصوص خبرگزاری های وابسته به سپاه راجع به انواع و اقسام تهمت ها و اتهامات، حتی اتهامات اخلاقی و غیره غیر از مسائل مالی، و در مناظره های ریاست جمهوری هم یک بار آقای رئیسی به آقای روحانی یک به اصطلاح گوش زدی کرد که نزدیکان شما نباید مانع بشین دستگیرشون کنم. من فکر میکنم به حال این که از اخبار خبرهای رسیده، من شنیدم که دستگیری ایشون اولا توسط اطلاعات سپاه بوده، ثانیا مستقیما معاون دادسرای امنیت ایشون دستور داده و خیلی هم دستور بازی داده که هر کس دیگه هم در این رابطه هست، خلاصه آتش به اختیار به اصطلاح آقای خامنه‌ای به اطلاعات سپاه داده که دستگیر کنن. و از قراری که میگفتن اون یک شبی هم که آقای فریدون در زندان بوده، شخص حسین طائب و قائم مقامش حسین نجات به سراغ او رفتند و کس دیگه رو هم حتی راه ندادند. و به نظرم این فصل جدیدی شد در دعوای سپاه و بخشی از بیت رهبری از یک سو و آقای روحانی از سوی دیگه، یعنی در این دو سه هفته گذشته، به خصوص از بعد از انتخابات که آقای روحانی مقداری شمشیر رو برای سپاه از رو بسته و راجع به دولت با تفنگ صحبت کرد، و بعد هم قرارداد توتال، من فکر میکنم روی دل آقایون سپاهی ها یک زخمی گذاشت، برای اینکه حضرات مدعی هستند که اصلا هیچ خارجی و قراردادی غیر از اونها نباید باشه و هرچه هست رو باید بدن به قرارگاه خاتم الانبیا و اعوان انصار سپاه، و این هم موضوعی بود که به شدت به دولت حمله کردن، از کیهان آقای شریعت مداری تا خبرگزاری های سپاه، تا حدی که زنگنه وزیر نفت در مجلس وقتی میخواستن سفوریت لغو قرارداد توتال رو رأی بگیرن صحبت کرد، و مقداری هم توضیحات درستی آقای زنگنه داد که اساسا تکنولوژی که متوقعا توتال در فاز 11 پارس جنوب بیاره، پیمانکارهای داخلی از جمله سپاه اصلا ندارند، و 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز نیاز کشوره، برای اینکه چاهای ما داره به نیمه عمر دومشون خیلیش رسیدن و اصلا صرف نمیکنه دیگه تزریق گاز بکنن، دوباره استخراج بکنن، و باید چاهای جدید حفر شه. اولویت هم با میدانهای مشترک با قطر، با سعودی، با عراق، و سرمایه احتیاج داره و توتال به هر حال اولیست که اومده. ببخشید برجام تا کن. من به نظرم مجموع اینها آقای نوری‌زاده دست به دست هم داده و آتش توپخانه سپاهی ها روی مواضع آقای روحانی با دستگیری آقای حسین فریدون شروع شد. بعد هم به شدت به آقای واعظی دارن حمله میکنن به دلیل اینکه
چرا کمیته مصادیق مجرمانه و دادستانی اگر میگن مثلا 8000 به روایتی 40000 کانال تلگرامی رو ببندی، آقای وایزی گوش نمی کنه و امثال هم. لذا اینجا باید در واقع زیر یک سرفصل قرار داد مجموعه رو، اون هم جنگ مغلوبه است که این سپاه، بیت رهبری، دار دسته آقای رئیسی و بخشی از قوه قضاییه با آقای روحانی و جناح به اصطلاح اصلاح طلب در ایران درگیر شد. دکتر سازگاره، یه نکته رو من لازم توضیح بدم که شما بینندگانی که دارید گوش میدید، با این تبلیغات وسیعی که شد شاید شما هم فکر کنید آقا چه معنی داره ما در قرن 21 بیام قراردادی ببندیم که 51% مال اجنبی باشه، 19% مال ما باشه، یه قسمتش مال چین. اینجا من یه توضیح بدم که این ضروریست بهش توجه بفرمایید. اولا دولت عظمای قطر 35 ساله داره گاز ما رو میبره، یه عده از همین برادران غیور سپاه هم مزبگیرشن، براشون حساب باز کرده در همون قطر و ماهیانه پولی میریزه اونجا که ایران نتونه پارس جنوبی رو در مرحله 16، 17، 18، 19 و 20 اجرایی کنه. این یکی از کار در دولت آقای خاتمی پارس جنوبی رو شروع کردن، بعد به اصرار مقام عظما در دوران احمدی نژاد خاتم الانبیا اومد دو فاز رو گرفت، گند زد و رها کرد و رفت بعد از ضررهای بسیار. این قرارداد توتال احیای این پروژه است و خیلی طبیعی است یه شرکت، یه کنسرسیوم مثل توتال که میاد یه سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری کلان میکنه، طبیعتا در انتظار حفظ سرمایهش و سودشه. این خیلی روشنه، این بهترین قراردادی بود که میتونستن ببندن و 51% به منزله این نیست که ایران حاکمیتشو فروخته. دوران بریتیش پترولیوم با 55 اینا گذشت، الان زمانه است که، حالا دکتر سازگارم در این زمینه آگاهی بسیار داره و حتما خواهد گفت، امروز زمانه مشارکت کنسرسیوم های چند ملیتی است و این نیست که نخیر ما 50% پایین تر نمیان، 50.2 مال ما باشه، اینجوری نیست. هیچ شرکتی پا نمیشه بیاد این خطر رو بکنه، خب ترجیح میده بره توی آذربایجان و قزاقستان سرمایه گذاری کنه، میره تو اوکراین، میره توی کره جنوبی، چرا بیاد پولشو به خطر بندازه تو ایران؟ مگر اینکه براش یه آینده پیش بینی کنه، مگر اینکه فکر کنه در دراز مدت میتونه پایگاهی باشه، سود داشته باشه. و به اعتقاد من بهترین قراردادی بود که میشد ببندن و همین میتونست مقدمه ای برای قراردادهای دیگری با شفرون، با بریتیش پترولیوم و شرکت های یا اینی ایتالیا بشه که ما سابقه همکاری هم باش داریم. میبخشید من گفتم این توضیح رو بدم فقط برای اینکه یه وقت تصور پیش نره که آقا اینا خیانت کردن، تموم شد، نفت و گاز رو دادن و 51% به اجنبی. من اگر اجازه بدید یک چند جمله هم اضافه بر توضیحات شما عرض کنم. آقای دکتر نوریزاده، ببینید قراردادهای قبلی که وزارت نفت، چون فرمت قراردادی داره، وزارت نفت از جاهایی است که خیلی به اصطلاح رگولیتد و اون ساختار که از زمان انگلیس ها به جا مونده بوده، بعد هم امریکایی ها از دوره شاه، خیلی قانونمنده و همه چیش حساب کتاب داره، با پاره وزارت خونه های دیگه فرق داره. فرمت قراردادهای قبلی ایران به اصطلاح بای بک بود، یعنی خارجی اگر می اومد سرمایه هم میگذاشت، از محل سود با مثلا بهره مناسب یا درصد سود مناسب از محل نفت یا گازی که سرمایه گذاشته بود پولش رو بر می داشت به شکل سرمایه گذاری یا قرض دادن. این روش بای بک. اما من خودم چون مشاور یک شرکت مشاور نفت هستم، شاید یک سال پیش بود، یک سال خورده پیش بود، شبی با چند تا کمپانی ژاپنی قرارداد داشتیم، صحبت داشتیم، در حاشیه من باهاشون گپ میزدم، اونها هم میگفتن روزگاری که نفت حرف اول رو میزد گذشته، در واقع به قول مرحوم مهندس صحابی اول انقلاب ما تو اون جلسات انشابیون نهضت که داشتیم، ایشون خب
رئیس سازمان برنامه بود، میگفت نفت رو مثل شربت همه میخرن، در حالی که الان دیگه نفت رو مثل شربت نمیخرن. نفت اون رونق سابق رو نداره به دلیل مازاد تولید و اومدن شیل اویل امریکا، نفت لایه‌های رسوبی امریکا به بازار، مازاد تولید در بازاره و قیمت هم پایین اومده، و بعد هم انرژی های جایگزین که کشورهای پیشرفته صنعتی به سرعت به اون سمت میرن. به همین دلیل قراردادهای جدید در منطقه خاورمیانه به شکل مشارکته، یعنی اصلا خارجی که میاد و سرمایه گذاری میکنه در اون چاه نفت شریک میشه، بله، مالک میشه. عراق الان همین کارو داره میکنه و بسیاری کشورهای منطقه. منتها در ایران به دلیل قانون ملی کردن نفت که از زمان مرحوم دکتر مصدق نفت ملی شد، اساسا مشارکت خارجی ممنوعه در چاه نفت ما، در نفت ما. وزارت نفت راهحلی که بغلش رسید یک فرمت قراردادی جدیدی درست کرد که نه بایبک، نه اونجوریست که بیان از محل برداشت نفت و گاز پولشون رو ببرن، و نه اینطوریست که بیان مالک بشن، مالک چاه نفت بشن، بلکه به شکل این است که در سود اون چاه نفت برای مدت محدودی مثلا 20 ساله اون سرمایه گذار خارجی شریک میشه. و این همین پیشنویس خاطرتون باشه در دو سال گذشته بسیار محل بحث و دعوا و حمله باز جناح اصولگرا بوده، و باز هم به نظر من وزارت نفت اینجا به درستی دفاع میکرد که آقا در حال نمیان، همسایه های ما دارن مالکیت چاهای نفت رو میدن، سرمایه گذار خارجی نمیاد. برسه به اینکه ما بخوایم هنوز به روش قدیم باشیم. به هر حال این فرمول وزارت نفت به اصطلاح این مدل قراردادی جدیدش رو الان عرضه کرده به کمپانی های نفتی که با این روش میتونید بیاید، و اولیش توتاله که اومده، منتها در همین فرمت نوشتن که باید هر کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه و در سود اون چاه نفت یا گاز شریک میشه برای یک مدتی، باید یک کنسرسیومی در اجرا درست کنه که حتما یک پارتنر ایرانی داشته باشه، برای اینکه شرکت ایرانی هم یاد بگیره که در این پروژه ها کنار دست خارجی قرار بگیره و خیلی تکنولوژی ها رو یاد بگیره. کاری که آقای نوریزاده ما هم در صنعت می کردیم، قراردادهایی رو که با خارجی ها می بستیم تحمیل می کردیم که باید حتما پیمانکار داخلی هم، شرکت داخلی هم در کنار دستت باشه، برای اینکه انتقال تکنولوژی پیدا کنه و یاد بگیره. این قرارداد توتال اون 50 و 19 و 31 که توش اومده با یک شرکت چینی هم هستش، 19% پتروپارس برای اجراست. دقیقاً در مرحله اجرا این کنسرسیوم که 50% توتال، 30% چینی، 19% پتروپارس پروژه رو اجرا میکنه، همین کنسرسیوم به مدت فکر میکنم 20 سال، البته اینو زیاد مطمئن نیستم، از محل به اصطلاح استخراج گاز از پارس جنوبی وقتی میفروشن فاز 11 سودش رو برمیدارن، بعد از 20 سال مالکیتش منتقل میشه به یعنی دیگه این کنسرسیوم میره بیرون و شاید نزدیک 40 سال 50 سال هم مثلا برداشت از این میدان باشه دست وزارت نفته. به هر حال الان آقای دکتر نوریزاده با دوره آقای دکتر مصدق هم فرق میکنه. اصلا تکنولوژی های جدیدی که در صنعت نفت هست، به اصطلاح نوع استخراج به صورت افقی رفتن توی رگه های چاهای نفت به گونه ایست که اتفاقا نه فقط داشتن خارجی بد نیست، بلکه واجبه. برای اینکه روش های قدیمی که ما به اصطلاح نفتی ها گلابی شکل عمودی حفاری میکردن نفت رو در میآوردن، مدت هاست از بین به اصطلاح تبدیل شده به تکنولوژی های خیلی پیشرفته. و بعد هم اصلا اون داستان چیز دیگری بود. مرحوم دکتر مصدق به درستی میگفت که شرکت بریتیش پترولیوم به بهانه نفت لابلای همه حسابداری و وزارت دارایی و همه چی ما هست و بنابراین ما استقلال نداریم. امروزه اتفاقا احتیاج هست به تکنولوژی های پیشرفته و همکاری های
مختلف در همه عرصه های صنعت، نه فقط در نفت بلکه در تمام عرصه ها، نمیشه پشت دیوار بسته نشست مثل کره شمالی که مطلوب آقای خامنه ایست و انتظار داشت که بشود تولید مناسب کرد. باور کنید این جور تولید کردن ها در صنعت، در کشاورزی، در نفت، در گاز، در هر جایی، نه فقط باعث میشه که ما اقتصادمون عقب بره، اقتصاد خودکفای دربسته پشت دیوار، بلکه حتی تمام این سالیان دیده شد خود همین آقایون سپاهی ها با قاچاق مثلا از ترکیه صنعت نساجی و پوشاک ما رو ورشکست کردن، یا محصولات خانگی یا غیره و غیره داخل مرزهای خودمون ورشکست خواهیم شد، چه برسه به این که بخوایم صادرات بکنیم و به دیگران جنسمون رو بفروشیم. دکتر سازگارا، من یه مورد خدمتتون میگم. بر همین مبنا تأسیسات فارابی که یکی از بزرگترین تأسیسات پتروشیمی کشور رو در همه زمین‌ها، خیلی هم قدرتمند، بر پایه مشارکت با میتسوبیشی ژاپن ایجاد شد. یعنی در واقع اونا هم اومدن همین کارو کردن، تمام سهام هم الان به ایران واگذار شد. دو کمپانی ژاپنی بودن که سهامدار بودن، وقتی که به باروری رسید و اونا پولشونو یه مقدار گرفتن، دولت ایران پولشون داد، خرید تموم شد، رفتن. الان دربست 100% مال ایران. یعنی این شالاتان بازی که اینا راه انداختن که ای مصدق در گور داره، حالا یه دفعه حسین شریعت مداری مصدق رو یادش افتاد، یه دفعه طرفدار البته کاشانی رو هم اضافه کرد، مصدق و کاشانی در گور داریم میلرزیم که اینا اومدن خیانت کردن. ببینید آقای دکتر سازگارا، ببینید تا زمانی که هوچی بازی تو مملکت ماست یه قدم نمیشه برداشت، و من در این مورد خوشحالم که آقای روحانی جا نزد، یعنی واقعا ایستاد، برای اینکه میدونه کشور داره نابود میشه، برای اینکه هیچی ما نداریم. تو این شرایط منطقه رو نگاه کنید، اونا فکر سال 2030 ان، ما الان نشستیم داریم سر توتال چونه میزنیم. واقعا به نظر من یه بزنگای بدی بود. یه روزی به اصطلاح ما قصه‌مون بود، ما ایرانی ها که از دسته شیرا عقب افتادیم، میگفتیم ژاپن پیشرفت کرد، نمیدونم اروپا پیشرفت کرد، آمریکا پیشرفت کرد، تا دوره مشروطه و بعد از. متاسفانه به اصطلاح الان از دسته بوزا هم عقب افتادیم. یعنی الان باید قصه بخوریم که مالزی و امارات و عربستان و ترکیه و اینها پیشرفت کردن و ما جا موندیم. این حرفا واقعا مزخرفه. و بذارید من یه جمله عرض کنم، نماینده ربات کریم در مجلس از کسایی بود که میگفت سفوریتش تصویب شه و توتال متوقف شه. بیرو در بایسی گفت قراردادو از توتال بگیرید بدید به روس‌ها. آدم یاد سینه چاک دادنهای عمال شوروی و حزب توده در همون دوره مرحوم دکتر مصدق بود. کیهان هم دردش همینه، در حالی که وزارت نفت الان نزدیک 20 میلیارد دلار پروژه‌های نفت و گاز رو با روس‌ها اتفاقا قرارداد بسته، ولی روسا خودشون محتاج تکنولوژی غربی و امریکایی هستن. و به هر حال یا چینی ها، آقای نوریزاده، وزارت نفت امتحانشون کرد، پروژه هایی رو داد، چینی ها آخرش نکردن و گذاشتن رفتن. درسته. بنابراین من به نظرم چهره دیگر و زشت این دعواها مسئله فساد، روسوفیل بودن آقای خامنه ای و عده ای از افراد بالا دست حکومت هستش، و مسائلی که متاسفانه در کشور ما به وجود اومد. دکتر سازگار، از دیو و دد ملولم و موسیقی هم آرسوس، بذارید یه آهنگی بشنویم جانمون تازه بشه و دوباره آغاز کنیم، با ما باشید. چشمای تو بارونو به یادم می
هندون نداره قهر تو تلخی زندونو به یادم میاره من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبه با درود دوباره جاودانه یاد فریدون فروغی. شهریار در اون رژیم طاغوتی ضد اسلام که میگفت گفتود من نمازم تو رو هر روز دیدنه، شورای شعر انگوش گذاشت روش که نه نمیشه نماز. خیلی جالب براتون بگم، یعنی اون رژیمی که متهمش میکردیم به بیدینی و ضد اسلام و غیره روی این مسائل حساسیت هم داشتن. دوست نازنینم زنده یاد فرامرز برزگر از بررسای کتاب بود. من کتاب غسان کنفانی ادب المقاومه فی فلسطین المحتله، ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شده، که همین آقای دکتر نورکار و محمد علی بهمنی عزیزم انتشارات چکیده رو درست کرده بودن اونجا چاپ کرد. یک جایی بود که محمود درویش اشاره داشت در اونجا که به کلیسای قیامت و مسجد اقصا پیوندی به این دوتا داده بود، مخالفت کردن. من رفتم پیش برزگر گفت آقا تو نمیدونیم اینجا اسلام دین برتری، یا حالا برزگر که خودش یه آدم چپ یا آدم لیبرال سکولار بود ولی اینا رعایت میشد. من مخالفم با این سانسور، ولی میخوام بگم اون رژیم ما متهم میکنیم های دکتر سازگارا به بیدینی، ولی تمام اینا تو شاهد میشه.
حالا آقای امیر تتلو میاد این چرندیات رو میخونه به اسم، بعد تقدیرم میشه. بعد آقای حمید رسایی میگه اصلا دیدمش لرزه به جانم افتاد که این بچه چقدر خلوص داره. یا آقای سید ابراهیم رئیسی و هم داره باشه عکس میگیره و خیلی جالب، کلاهی هم گوشه یه تاج هم روشه، این خیلی جالب بود. خلاصه آقای دکتر چه بگوییم به اینا؟ نفاق، نفاق. البته واقعا این برای نسل ما صدای فریدون فروغی و فرهاد، این دو نفر که حیف زود از میون ما رفتن و واقعا هر چه خوندن همه تاپ عالی و بی نظیر، با به شعرهای شاعرهای خیلی خوب، آهنگهای خوب بسیار خاطر انگیز. الان من گوش میکردم واقعا رفتم به دهه 50 زمان جوانی ما دانشجویی و اون فضای انقلابی که این صدای گرفته فریدون فروغی یا فرهاد روی فیلم های امیر نادری یا مسعود کیمیایی، امثال کامران شیردل و غیره و غیره، یا مسعود کیمیایی و اینها، یک جور سینمای خاص و یک جور فضای خاصی بود که به اون تبالودگی انقلابی اون روزگار هم میخورد خیلی. افسوس البته خودمونیم واقعا در این شعر جفا شده به شاعر. استفاده از نماز خیلی شعر و شاعرانه خیلی، و زیباتر میکنه تا نیاز. بله خیلی قشنگتر بود. و حالا میگم اینقدر هم شیار ناراحت بود سر این ماجرا، چون مثل بند وجودش، مثل جانش، مثل بچه هاشن. و اون فضایی که شما دارید میگید، یعنی شما اسفند منفردزاده، اتفاقا هفته پیش اینجا بود دیدم دوست قدیم و عزیزم رو، اسفند منفردزاده، واروژان، یعنی آدمایی بودن، ناصر چشمازر، و از این طرف شیار قنبری رو داشتیم، ایرج جنتی عطایی بود و سرفراز اردلان، خانم زاکاریان، اینا کسایی بودن که فضای اصلا همونطور که شما دارید میگید فضای دیگری اونجا ساخته بودن و آهنگاشون جاودان. لاچینی، فریبرز لاچینی، اینا عزیزانی بودن. درود میفرستم به همشون اونایی که هستن، ناصر چشمازر، سرفرازتر باد که رفت چندی قبل تو تالار وحدت مراسم تجلی ازش شد، و ایستاد و ارکستر و رهبری که تمام اون آهنگایی که من شما و هم نسلم خاطره دارن اجرا کرد. خب دکتر جان برگردیم دوباره به قطار سیاست که چه خالی می رود. رسیدیم به اونجا که سپاه ساز خودشو داره می زنه، یعنی به هیچ وقت دستوردار نیست و این پیامایی که میدن، این موشک، این بازی های همین این هفته که رئیس ستاد نیروهای مسلح اومد سخنانی گفت و به امریکا اخطار کرد. حالا میخوام شما که اون طرف نشستی، این داستان تحریم ها، یعنی از یه طرف به نوعی آقای دونالد ترامپ از اون مسئله برجام رو به هم زده، اینو کنار کرد، یعنی اون رو گوش کنار، با اون کاری نداره، حرف آقای تیلرسون رو پذیرفت و مشاورانش که نه ایران داره عملا به این ملتزمه، داره کارشو میکنه. اما بعد سپاه رو ما منتظر این بودیم که قرار بود کنگره، خود شما هم اینجا فرمودید، سپاه رو در فهرست تروریستا قرار بده یا لیست سیاه. الان تعدادی آدم در رابطه با پروژه موشک‌های بالستیک رفتن، داستان چیه؟ برامون بگید آقای دکتر. ببینید اولا برنامه استراتژیک برخورد دولت امریکا با ایران هنوز در واشنگتن تدوین نشد. یعنی از یک طرف وزارت خارجه گروهی رو مأمور کرده که یک برنامه استراتژیک و جامع الاطراف در بیارن در ارتباط با ایران که هنوز آماده نیست، و از سوی دیگه در شورای امنیت ملی امریکا که آقای جنرال مکمستر به اصطلاح مشاور امنیت ملی رئیس جمهور هست در رأسش، اونجا هم دارن یک برنامه استراتژیک برخورد با ایران تهیه میکنن که اون هم هنوز حاضر نیست. و من گوشم رو به اصطلاح در واشنگتن به زمین چسبوندم و سرک کشیدم ببینم چه خبره. هر دو بخش در واقع در دولت امریکا امیدوارن که تا آخر ماه آگست، ده شهریور، این برنامه ها حاضر بشه. حالا اگر هم اختلافی بین وزارت خارجه و
شورای امنیت ملی باشه لابد باید به دست رئیس جمهور که رئیس هر دو هست رفع مغایرت بشه و دولت امریکا صاحب یک برنامه جامع الاطراف بشه. اما تا همین جای کار آقای نوریزاده در چند تا چیز روشنه که در برنامه که داره تدوین میشه قطعا خواهد آمد. یکی مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به عنوان یک سازمان تروریستی در منطقه. حتی آدمی مثل آقای ولسی که رئیس CIA در زمان بیل کلینتون بود مقاله‌ای در واشنگتن پست چند روز پیش نوشت و گفت که این شلوغ بازی‌های داعش باعث شد که ما غفلت کنیم از رأس و ریشه اصلی تروریسم در منطقه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اون لایحه هم که در کنگره امریکا هست علت اینکه در مجلس نمایندگان در سنا 98-2 رأی آورد. اون دو نفرم یکیش آقای سندرز که خب طبیعتاً رأی نمیده مستقل، یکیش هم آقای رمپال از موضع مخالف در واقع اوترا اون راست در واقع معمولا رأی نمیده به این چیزا. دو طرف دو حزب رأی دادن، دو طرف راه رو به اصطلاح. در مجلس نمایندگان علت اصلی که گیر کرده غیر از حالا ایراد قانون اساسی مسئله این است که اومدن یک سری تحریم های روسیه رو هم الحاق کردن به مسئله تحریم سپاه و ناقضین حقوق بشر و غیر و بعدم اختیار رو از دولت گرفتن. رئیس جمهور اگر بخواد این تحریم هایی که در این لایحه در این طرح قانونی هست تغییر بده اختیاری نداره و باید بره کنگره. کاخ سفید به این اعتراض داره و بعد هم آقای ترامپ از طریق نمایندگان جمهوری خواهی که هنوز طرفدارش هستن داره فشار میاره، بلکه اصلا تحریم های جدید علیه روسیه که برای تنبیه روسیه به خاطر دخالتش در انتخابات و تشدید تحریم ها در ارتباط با کریمه هستش بلکه اصلا برداره جلوی این رو بگیره. اینه که یه مقداری گیر کرده و اگر نه اگر مثلا بخش روسیه رو جدا کنن از لایحه قبلی که معطوف به سپاه به خصوص بوده به سرعت در مجلس نمایندگان دو طرف راه رو بالای 420 تا 30 تا حتی ممکنه بهش رأی بدن. شاید تنها حکومتی در واشنگتن انقدری که من نگاه کردم که هیچ طرفداری نداره، هیچ کس حاضر نیست ازش پشتیبانی کنه و دلی براش بسوزونه جمهوری اسلامی باشه که هیچ لابی هیچ کجایی حاضر نیست الا آقای تریتا پارسی و اون لابی نایاک که خب به هر حال مطرح بود که از حکومت ایران خط میگیرن و پول میگیرن به هر حال و اونها هم عددی نیستن، یعنی نمیتونن رأی ها رو در کنگره جابجا کنن. حد اکثر زورشون دوره آقای اوباما بود که یکی دو نفرشون مثل خانم سحر نوروزاده تو کاخ سفید رفته بودن و توی جزء مشاورین شورای امنیت ملی شده بودن و بعدم از آقای اوباما و کری بود که میخواستن به هر صورت قرارداد هسته‌ای رو به یک جا برسونن، لذا چشم روی بقیه مسائل بس بودن. و اگر نه اتحاد دوتا حزب علیه سپاه پاسداران و کل نظام جمهوری اسلامی اتحاد خیلی یک دست و سطح بالایی است. هیچ وقت اینجوری نبوده آقای دکتر، هیچ وقت دو حزب در یک موضوع واحد اینقدر به هم نزدیک نبوده. این عجیبه عجیبه در این مورد، برای اینکه خب ببینید جمهوری اسلامی یک چیز بزرگی رو، من از روز اولی که مذاکرات برجام شروع شد پاره از دوستان ما در حکومت از منم میپرسیدن آقای رفسنجانی زنده بود هنوز چی میگی، میگفتم والا این راهی که آقای ظریف داره میره و وزارت خارجه بد نیست، به هر حال حالا داستان تحریم ها با هسته حل چه، ولی بدانید اختیارات یک رئیس جمهور در سیستم قانونی امریکا حد اکثرش همینیست که آقای اوباما کرد و کنگره امریکا بر اساس اصل تفکیک قوا که بسیاری تحریم ها علیه ایران از مصوبات کنگره برخورداره به این سادگی عوض نمیشه، به دلیل
در درجه اول به دلیل لابی قدرتمند یهودیان امریکاست. بله. و من آقای نوری‌زاده صراحتاً عرض کنم هیچ حکومتی از جمله جمهوری اسلامی در دنیا نمیتواند روابط عادی با دولت واشنگتن داشته باشه در حالی که شعارش این باشه که اسرائیل از صحنه روزگار محو شود. لابی یهودیان در امریکا نمیگم قدر قدرتی هن که هر کاری دلشون بخواد، ولی قدرت دارن، ولی انقدر زور دارن که نذارن رابطه یک هر دولتی که در امریکا بیاد سر کار با نظامی که میگه اسرائیل از صحنه روزگار محو شود عادی بشه. خود آقای روحانی، آقای دکتر سازگارم، به این اشاره کرد دیگه، صراحتاً گفت ما داریم با اونا چونه میزنیم، شما انبار موشک نشون میدین، روش هم نوشتید فلان کشور اسرائیل نابود بشه. بعد کاملا بعد میدونن، یعنی این آقایون سپاهی هم که انگشت تو چشم اسرائیل میکنن میدونن. همین الان هم ببینید، من دیگه دارم پا تو کفش شما میکنم، در سوریه این آتش بسی که روسیه و امریکا توافق کردن، سه تا استان رو در واقع در آب و سویدا و قنیتره رو منطقه یه به اصطلاح عدم درگیری درست کردن، بسیار مفسرین گفتن آقا یه دلیلش هم این است که ایران رو از مرزهای اسرائیل دور کنن و راهش رو ببندن و مرزهای عراق زنجیری که از تهران بره بغداد، از بغداد بره تا دمشق، از دمشق بره تا مرز اسرائیل و بعد هم لبنان. به خصوص اسرائیل صراحتا میگه که من نمیتونم تحمل کنم. آقای نتانیاهو هم در هفته گذشته در سفرش به فرانسه ابراز ناراحتی کرد و از همین آتش بس هم، علارغم اینکه نماینده روسا هم رفت تهران با آقای شمخانی و معاون وزارت خارجه دیدار کرد و سعی کرد تهران رو قانع کنه به اینکه نخیر ما خلاصه شما رو تنها نمیگذاریم، ولی واقعا روسا کردن با آمریکایی‌ها معامله کردن و قصدشون این است که به دل اسرائیل راه برن و البته راه شما این است که بعد استان دمشق رو هم که راه اصلی ایران هستش اون رو هم بتونن ببندن که اگر بکنن اون وقت معادله عوض میشه، چون حزب الله لبنان اگر راهش از طریق سوریه بسته بشه یه پوهن بزرگی رو این آقایون سپاهی ها و جمهوری اسلامی تندروی آقای خامنه ای از دست میدن. آقای دکتر سازگار، همین حزب الله یک طرحی داشتن در اون منطقه جرود ارسال، اینا برنامه‌شون این بود که به اسم اینکه ما باید تروریست‌ها رو از این منطقه دور کنیم، اصلا سیستم دموگرافی اونجا رو عوض کنن، یعنی سنی‌ها رو بیارن، شیعه‌ها رو بیارن در اونجا بنشونن و سنی‌ها رو بیرون بزنن که یه منطقه امن ایجاد بشه که جمهوری اسلامی در واقع یک ایسکای ترانزیت در اونجا داشته باشه، مسیری که اسلحه برای حزب الله میاد در جرود انصال ترانزیتش باشه، از اونجا منتقل بشه به بقا و به البک، که آقای سعد حریری اومد ارتش لبنان رو گفت مأمور برقراری نظمن ولی بدون هماهنگی با رژیم سوریه، چون این مردم اگه آواره شدن به خاطر عملکرد رژیم سوریه. کاملا حرفتون درسته. بعد جالب اینه اردن رو وارد بازی کردن، یعنی اردنی که مقتدرترین ارتش عربی رو داره، کار آزموده و ارتش هایی که همه اقرار میکنه، اون منطقه حفاظت شده مرز اردن هم هست و آوارگان زیادی هم اونجا هستن. این برقراری در واقع آتش بس داره الان تعمیم داده میشه به چند نقطه دیگه، یعنی اگه کردها رقه رو بگیرن این شامل رقه هم خواهد شد و ترکا رو دارن مهار میکنن که در این بازی خرابکاری نکنه. همه چیز در صحنه که شما نگاه بکنید علیه جمهوری اسلامی است. بعد برای اولین بار دولت امریکا رسما اقرار کرد که جمهوری اسلامی به گروه های در عراق اسلحه میده که بچه ها رو به جنگ میفرستن، منظورش هشت و شعبی بود و اصحاب احلق، یا در یمن این سلاح جمهوری اسلامی است که حوثی ها رو وادار کرده به ادامه جنگ و این بر. بنابراین نقش جمهوری اسلامی در همه جا داره انگوش روش میذارن میبینن و به نظر من الان با توجه به مسئله قطر که الان باز آقای ترامپ اشاره کرد که قطر به تروریست ها کمک میکنه، حالا یک اختلاف نظری با آقای تیلرسون داشت که خود ایشون هم اقرار کرد که میتونیم ما سلیقه‌های متفاوت داشته باشیم، ولی به هر حال
مسیر رویدادهای منطقه به نفع جمهوری اسلامی نیست. به همین دلیل هم فرستاده ویژه مسکو در دیدار با آقای شمخانی، اونطور که خبرهایی که من شنیدم این بود که به آقای شمخانی گفته بود شما به عنوان متحد ما نمیتونید هر قدمی که ما برمیداریم شما بگیم ما قبول نداریم. به شما چه ربطی داره؟ ما میخوایم مرز اردن رو آروم بکنیم، ما میخوایم به اسرائیل اطمینان خاطر بدیم. همه امروز هم روسا دوباره تاکید کردن اسرائیل نباید نگران باشه، ما سکیور میکنیم امنیت اسرائیل. من اجازه از دکتر نوریزاده یک سوال دیگه هم از خدمت شما داشتم اگر اجازه بدیم بکنم. خواهش میکنم. در جریان آزادسازی موسل که جالب سپاه و آقای خامنه ای و حزب الله لبنان حسن نصرالله و اینا میخوان بکنن یه مدال بندازن گردن خودشون که تا اونجا که من دنبال کردم در واقع اصلا نگذاشتن هشت شبی و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی وارد موسل بشن، نگران قتل عام بودن و عملا به دست ائتلاف به رهبری آمریکا و ارتش عراق و کردها آزادسازی موسل صورت گرفت. ولی در جریان این ماجرا آقای قاسم سلیمانی گفت و به نوعی هم آقای روحانی تایید کرد که سه شیفته در واقع اسلحه رسوندن به هشت و شبی و تا بن دندون مسلحش کردن، تا جایی که تعبیر آقای قاسم سلیمانی این بود که کلید اسلحه خونه های ایران دست رئیس هشت و شعبی دیگه. الان آیا این کار جمهوری اسلامی به بهانه آزادسازی موسل که در واقع هشت و شعبی نقشی درش نداشته، برای این نیست که هشت و شعبی رو تبدیل کنن به یک نیروی شبیه حزب الله و خود سپاه در ایران یا حزب الله در لبنان و تا بن دندان مسلحش کنن برای قدم‌های بعدی در داخل عراق و چانه‌زنی‌های داخل عراق؟ چون می‌دونیم سپاه تخم در واقع سازمان‌های مشابه خودش رو در منطقه می‌کاره، سازمان‌هایی که هم نظامی‌ان هم میلیشیا و شبه نظامی دارن، هم سیاسی‌ان هم اقتصادی و قاچاقچی و غیره هستن، مثل حزب الله لبنان. آیا این اسلحه رسوندن به هشت و شعبی نگرانی برای آینده عراق ایجاد نمیکنه؟ ببینید آیه دکتر سازگار، رژیم جمهوری اسلامی چون خیلی عجله داره، همون طرح حزب الله رو که میتونست در بحرین پیاده بشه، 18 نماینده شیعه گروه آقای علی سلمان تو پارلمان بودن، 6 تا وزیر داشتن، روزنامه داشتن، میتونست به مرور و قبولم بشه، یعنی جامعه چاره نشه جز پذیرشش به عنوان بخشی از قدرت. در یمن انصار الله همین وضع رو پیدا کردن، در کنفرانس صلح 6 تا وزارت گرفتن، معاون ستاد کل، چندین استانداری اینو دستشون. متأ سپاه عجله کرد، یعنی فکر کرد کار بحرین و یمن رو یه شبه تموم میکنه. در عراق اصلا چنین کاری ممکن نیست، یعنی حزب الله ساختن در عراق نمیشه. چرا؟ چون اولا کردها خیلی قویان و بعد سنی هم حامیان قدرتمندی دارن، نمیشه. به اضافه اینکه بخش بزرگی از شیعیان پشت کردن به جمهوری اسلامی، دلش اونجا چیکار میکنن؟ اونجا دارن سپاه پاسداران درست میکنن، یعنی هشت شعبی داره در قالب سپاه پاسداران به آقای حیدرالعبادی هم تحمیل کردن و حیدرالعبادی تنها کاری کرده تلاش بکنه اینا رو بیاره زیر پرچم ارتش. منتها با اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی به اینا داده، اینا دارن خودشون رو پا به پای ارتش میخوان، گویی که سلاح سنگین ندارن. ارتش رو آمریکا واقعا آموزش داد که در این جنگ قابلیت‌های خودشون رو نشون دادن. اما اینو من باید بگم، سپاه پاسداران و هشت و شبی هیچ نقشی در آزادی موسل نداشتن، همونجور که آقای دکتر سازگار هم گفت. اینا بیشتر دنباله گرفتن روستاهایی هستند که اون مسیر راه تهران دیاله به مرز سوریه رو هموار میکنه. منتها این کارم عملی نیست، برای اینکه الان دولت طرح آزادسازی تل و عفر رو در دستور کار قرار داده و فلوجه، و بنابراین اگر اون دو منطقه آزاد بشه جمهوری اسلامی در واقع در محاصره قرار میگیره با نیروهاش. یه راهی باید پیدا کنه. آمریکا تالا هشت و شبی رو تحمل کرده به خاطر اینکه در جاهای دیگه اینا مشغول جنگیدن بودن، نه در موسل. ولی به گمان من با طرحی که آمریکا در عراق داره و تعداد نظامیانش روز به روز بالاتر میرن
و تجربه خوبی که عراقی‌ها از آمریکایی‌ها دارند، یعنی عدم دخالت صریحشون در زندگی عراقی‌ها و اداره جنگ و حضور پررنگشون در پشت جبهه. اینه که به نظر من این قراردادی که عراق با آمریکا بسته خودش اولین مانع از این میشه که جمهوری اسلامی بتونه نقشه‌هاشو در عراق عملی کنه و تصور نمی‌کنم بتونن حتی هشت و شبی رو در چارچوب یک سپاه، شاید بسیج بشه ولی سپاه پاسداران دارای فرماندهی عالی، ستاد، نیروهای متعدد نخواهد بود. بخش بزرگشون جذب ارتش میشن و همینطور نیروهای پلیس و یه بخششون هم شاید بمونن که همین میلیشیای وابسته به حزب الله و اصحاب اهل حق و اینا باشن. ممنونم. من آقای دکتر نوری‌زاده اگر اجازه بدید یک اتفاقی در ایران پریروز افتاد که به نظرم بسیار اتفاق مثبتی است. مسئله مشارکت زنان، از یک طرف بیش از 160 نماینده مجلس نامه با آقای روحانی امضا کردند که از زنان در کابینه استفاده کنه و از اون مهمتر شورای عالی اداری مصوبه ای رو گذروند در همون روز سه شنبه که 30% مدیریت های اجرایی باید از زنان باشه، به اصطلاح سیاست توکنی یا سهمیه دادن که در بسیاری کشورهای غربی هم مسبوق به سابقه است، برای اینکه زنان ظلم بهشون شده، در رقابت آزاد نبودن در فعالیت های سیاسی. بسیاری کشورها یک سهمیه میگذارن در مجلس، در دولت، در مدیریت ها که حتما مثلا 30% 40% باید از مدیران زن استفاده بشه و تا آماده بشن زنها در واقع یاد بگیرن، شاید یک دهه دو دهه بعد وقت این سهمیه برداشته که بشه در یک رقابت آزاد انجام بدن. اگر به نظر من این مصوبه شورای عالی اداری در سطح دولت اجرا بشه، آقای روحانی هم دست کم 4 زن 5 زن 6 زن رو در کابینه منصوب بکنه، من فکر میکنم قدم مثبتی است. برای اینکه ببینید 50% بیش از 50% فارغ التحصیلان دانشگاهی ما زن هستند، دخترها هستند، در حالی که فقط 17% بازار اشتغال رو دارن، یعنی بیش از نیمی از زنان فارغ التحصیل دانشگاهی ما بیکارن و یکی از ناراضی ترین اخشار هستن. ما کسی نمیشیم. اگر به روحانیون بخوان رو بدن که خانوما رو همه رو میخوان بکنن توی چادر و چاخشو رو بکنن توی خونه و بچه بزن و آشپزی بکنن، از در خونم بیرون نیان، لابد پشت درم انگشتشون بکنن تو دهنشون حرف بزنن، صداشون هم کسی نشنوه. در حالی که زنان ما به نظر من 38 سال 39 سال مبارزه جانانه ای کردن، یکی از بهترین مثال های مقاومت مدنی هم برای تحمیل حجاب اجباری هم برای تحمیل بسیاری نکات دیگه مثل نرفتن به استادیوم یا محروم شدن از مشاغل یا غیره و غیره و غیره و مقدار زیادی توانستن پیش برن. دکتر سازگاره ببخشید، دکتر عزیزم ببخشید، من سیر نمیشم، مردم هم مشتاق، ولی وقتمون تموم شد، یه خودم از خطمون عبور کردیم، عذر میخوام ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم. چه بارانی وای
هیچ حرکت نمیدونم.